خیلی خوشحالم از اینکه درخواست ما رو قبول کردید، منت گذاشتید بر سر ما، حضور پیدا کردید در نقد و بررسی مبانی خودتون. خیلی خوش اومدید. بله، من واقعا با اشتیاق منتظر این لایف بودم. بله، همچنین. برای من انقدر که تو با ارزش هستی و خیلی خوشحالم. نمیدونم چرا خیلی جالب بود برام نظر این لطفتونه. انتظار. این انتظار ابتداعا از شما میخوایم که خودتون رو یک معرفی اجمالی کنید، افکارتون، مبانیتون، مبانی فکریتون، تا اینکه دوستانی که در لایو بنده هم حسن و امشب تشریف میارن یا حداقل بعدا میبینن، یک به اصطلاح تعریف اجمالی از شما داشته باشن. خب، من زیبا ناوک هستم. اسم اصلیم زیبا زینب معمار نوبری هست. متولد شهر تبریز هستم. سال 1339 که 60 سالم میشه. تحصیل کرده، پزشکی خوندم. فارغ التحصیل از دانشگاه مشهد، پزشکی مشهد هستم و ساکن هامبورگم در حال حاضر. و از حدود سال 1998 که بالای 20 سال میشه من در هامبورگ زندگی میکنم، ولی خب 10 سال بعد از اینکه اینجا بودم من برمیگردم به ایران که اونجا دوتا مطب میزنم. ولی به هر حال توی مدت هم من 10 تا کتاب نوشتم. هم نویسنده هستم، هم که در رابطه کار من اینجا به عنوان مشاور زندگی. دیدگاه هام هم که دیدگاه هاییه که سه تا محور اصلی داره، که اولین محورش رازنداریه، دومیش در واقع فرهنگ برهنگی، سومیش هم چند همسری یا پلی آموره، عشق آزاد هست و یا حالا بگیم چند همسری یا چند شوهری یا چند، به هر حال وحدت که بر مبنای وحدت وجودی هست. حالا اینا رو من هر کدوم شد که، ولی حالا تیتراشو گفتم. خب اجازه بدید که من ابتدا یه چند سوال از شما بپرسم، تا همین که یک مبانی مشترک به دست بیاریم، هم تو بحثی از مباحث به اصطلاح مفاهیم مشترکی داشته باشیم با هم دیگه. همونطوری که قبلا هم خدمت شما عرض کردم، بحث استدلالی میطلبه که قبلش دو طرف چند تا مبنای مشترک با هم دیگه داشته باشن دیگه. مثلا شما شرع رو قبول ندارید، خب من ملزم به این میشم که از شرعیات صحبت نکنم، فقط از مبانی عقلی صحبت کنم، درسته؟ حالا اصل صحبت درسته که اگر مثلا، ولی حالا منتظرم ادامه بدی ببینیم که نقطه اشتراک من و تو از کجاست. خب نه، میخوام ببینم که شما مثلا التزام به چه مبانی دارید و اینکه در نظر شما چه چیزهایی موجه هستن برای اینکه در استدلالات ما واقع بشن. خب وقتی ما میخوایم دو طرف با هم دیگه صحبت کنیم، مثلا میگیم آقا دیدگاه های جامعه شناسی رو من قبول دارم، کتاب مورخین رو من قبول دارم، مبانی عقلی رو من قبول دارم، به اصطلاح مباحث فطری رو قبول دارم، اینجور مباحث رو قبول دارم، درسته؟ خب من میتونم در رابطه با این مسئله تمام مکتب ها و آیین ها و مذاهبی که هستن، برای من هر چند که همشون پیامدهای مثبتی رو داشتن در یه سری زمینه ها، من ازشون چیزایی یاد گرفتم، ولی برای من به عنوان یه مرجع نیستن و به عنوان این نیستن که من اونها رو مثلا رفرنس برای خودم قرار بدم. برای همین شرعیات یا اخلاقیات یا عقلیون یا فلان و اینها برای من اصالت ندارن، بلکه اهمیت دارن. اهمیت به عنوان اینکه وجود دارن و بخشی از حقیقت میتونه درشون باشه. درست. خب اگه اجازه بدید من وارد سوالام بشم، چون میخوام یه چند تا سوال سلسله وار بپرسم تا انشاءالله فرصت بدیم که شما صحبت کنیم و من هم صحبت کنم. نظرتون در مورد پیدایش حجاب چی هستش؟ یعنی اینکه شما حجاب رو از ابتکارات و ابداعات اسلام میدونید، یا اینکه نه حجاب رو قبل از اون هم قائل هستید که وجود داشته؟ حجاب رو ما اگر به عنوان یه پوشش بگیم، از نظر من پوشش یک مرحله از به هر حال انسان‌های اولیه که انسان‌های بدوی رو حساب بکنیم، برای اینکه خودشون رو در مقابل به مرور که انسان تکامل انسان به یه جایی رسید که انسان راست حرکت میکرد، یعنی راست قامت بود و
به هر حال در معرض یه سری مسائل قرار می گرفت برای اینکه خودش رو بهتر بتونه در مقابل عوامل طبیعی حفظ بکنه، به پوشش رو میاره، مثل نمیدونم پوست حیوانات و فلان و اینا. پس پوشش یک مرحله هست برای حفظ انسان، و این مسئله این که در روند خودش تبدیل شده به یک اعتقاد، خب این برمیگرده به تاریخ. ولی این که زمینه پوشش از انسانهای بدوی بر مبنای حمایت درونی برای بدن خودش، خب چه دلیل داشته که از حجاب استفاده کنند؟ انسان‌هایی که مثلا ملتزم به عقاید نبودن، به افکار مثلا دینی معتقد نبودن، برای چی از حجاب استفاده می‌کردن یا همون پوشش؟ از پوشش استفاده می‌کردن بدون اینکه ما بخوایم حالا جنبه‌های اعتقادی روش بذاریم. از پوشش که استفاده می‌کردن برای اینکه خب فرض کنید که در مقابل سرما خودشون رو حفظ کنن، در مقابل باد حفظ کنن، در مقابل عوامل طبیعی مختلف حفظ کنن. بله، اما طبق اون تفحصی که بنده کردم، تحقیقی که بنده کردم، ویلدورانت که میدونید یکی از محققین و به اصطلاح در زمینه تاریخ هستش، تو کتاب خودش نقد میکنه. من یه سری مطالب رو از رو نوشتم برای اینکه سریع بخونم که وقت گرفته نشه. تو صفحه 30 جلد 12 میگه در مورد تاریخ تمدن راجع به قوم یهود و قانون تلمود اینچنین مینویسد: اگر زنی، اجازه است بخونم دیگه، میفهمد اگر زنی به نقض قانون یهود میپرداخت، چنان که مثلا بیان که چیزی بر سر داشت به میان مردم میرفت، یا سخنی با مردان می گفت، یا صدایش آنقدر بلند بود که چون در خانهش تکلم می نمود همسایگانش می توانستند سخنان او را بشنوند، در آن صورت مرد حق داشت بدون پرداخت مهریه او را طلاق دهد. نظرتون در مورد این صحبت چیه؟ یعنی ببخشید، ببخشید، معذرت می خوام، یعنی اینکه ویلدورانت این حجاب رو، این چیزی که شما ازش تعبیر و تفسیر میکنید، نمیدونه. یعنی حجاب رو فقط صرف اینکه حفاظت انسان در مقابل برودت و حرارت، در مقابل سرما و گرما باشه، نمیدونه. حجاب رو یکی از معیارها و ارزشهای زن میدونه. خب نظر من در این رابطه اینه که خب اولا که ویلدورانت خب نظرش رو گفته، تاریخ نویسه، من در رابطه با تاریخ خیلی اطلاعات ندارم. ولی این که بخوام بیام الان از من که پرسیدی، من انسانهای بدوی رو گفتم، انسانهایی که وهله اول بودن قبل از اینکه اصلا حتی بردهداری شروع بشه، بعد از مقطع این که اصلا مذهب در مقاطع بعدها به وجود اومد. مذهب یکی از نشانه‌های تمدن انسان در این مراحل مختلف هست، برای اینکه انسان‌ها احساس به جامعه و همزیستی شروع کردن و جوامع رو ایجاد کردن در سیستم‌های بردهداری و اینها. ببین اگر بخوایم که بیام الان من تاریخ بذارم، من در رابطه با تاریخ اطلاعاتم قوی نیست، ولی میتونم اینو بگم که حجاب وهله اول در انسان‌های بدوی به عنوان یک پوشش در مقابل عوامل بیرونی بود. به مرور زمان این مسئله به یک ارزش اخلاقی متناسب با جامعه های مختلف تبدیل میشه، موقعی که مذاهب به وجود میاد. مذاهبی که به وجود میان، تاریخش برمیگرده به مثلا فرض کنید که 2000 سال پیش، 3000 سال پیش. ولی من وقتی که در این رابطه صحبت میکنم برمیگرده به 50000 سال پیش، 40000 سال پیش. اینه. پس بنابراین این حرف تو هم بخشی از حقیقت رو داره و حرف ویلدورانت هم همینطور، چون که به یک ارزش اجتماعی تبدیل شده بود و دین ها وقتی میان ابزاری میشن برای حاکمان مختلف در مقاطع مختلف، خب این ها هم ارزش های خودشون رو به جامعه القا میکردن و حکم میکردن و بعد متناسب با اون هم حرکت میکردن. خب عرضم بزرگ شما که اولا گفتید که شما در مورد تاریخ اطلاعی ندارید، یعنی در مورد پیدایش حجاب اطلاعی ندارید. ببینید چیزی که اسمش فرهنگ گذاشته میشه، مثلا شما میگی فرهنگ برهنگی، من میگم تمدن و فرهنگ حجاب، درسته؟ فرهنگ همونطوری که به اصطلاح تعریف کردن، تبیینش کردن، برگرفته هستش از یک اتفاقاتی که در یک برهه زمانی اتفاق میفته، درسته؟ در یک برهه زمانی اتفاق میفته دیگه. فرهنگ تمدن، تمدن یعنی قدم زمانی پشتش هستش، یعنی زمان دخیل هستش در فرهنگ. 100% فرهنگی توش، اصلا ما میخواییم که بگیم که
این فرهنگ حجاب یه فرهنگی توش بوده دیگه، یک عرض دیدگاهی توش بوده که توی این رابطه حتی اومدن مطرح کردن. حالا این دیدگاه رو حالا کسانی که بزرگان تاریخ، حالا از پیامبران گرفته تا نمیدونم سلاطین گرفته، اینها در مقاد، ولی من الان بخوام در رابطه باش بگم، الان نتیجه‌ای که به طور مشخص از این مسئله میخوای بگیری چیه؟ نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این هستش که شما میگی حجاب یا همون پوشش زنان یا مردان برای این بودش که خودشون رو از وقایع به اصطلاح طبیعی حفظ کنن، یعنی در مقابل سرما، در مقابل گرما. اما وقتی ما مراجعه میکنیم در زمانهای قدیمی، خیلی قبل، بعد به ارزش تبدیل میشه به مرور زمان وقتی میرسه که خب دلیل شما، این دلیل شما چی هستش؟ در صورتی که ما خوندیم که در همون ابتدا وقتی که حضرت آدم و حوا، حالا انسان‌های اولیه هر اسمی شما روش میگذارید، به وجود اومدن، به همراه اونها دین، اقتصاد و روش زندگی، یعنی جامعه شناسی، اقتصاد و مذهب وجود داشته. دلیل شما چی هستش که اقتصاد اختصاص میدید حجاب رو به اینکه فقط حفظ زن و مرد از وقایع طبیعی بوده در مقابل گرم و سرما؟ به خاطر اینکه من معتقد هستم، آره ببینید، انسان، خب اون اعتقادی که تو به آدم حوا داری من ندارم، و اعتقاد من به در رابطه با آدم و حوا، اینا یه اسطوره ها هستن. یک ببخشید من گفتم اصلا بحث آدم و حوا نیست، انسان های اولیه، شما هر اسمی بهش اطلاق میکنید، من بحث با مسمی دارم، یعنی انسان های اولیه شما چه دلیل داری که اختصاص میدی این مبحث؟ حالا الان شما انسان های اولیه، حالا هر چی که بودن، خب من میگم بر مبنای عوامل طبیعی دفاع از اون. حالا شما میگید که بعدها ارزش بوده. خب حالا ما نه، من نمیگم بعدها ارزش بوده. من نمیگم بعدها ارزش بوده. خب چی بوده؟ من میگم در همون ابتدایی که حجاب به عنوان یک مسئله فطری و به مسئله ارزش اخلاقی شناخته شد بین مردم و از حجاب استفاده کردن، در همون زمان این علت‌ها رو وجود داشته. ببینید مثلا توی زمان داشتید، زمان رنسانس، خب در زمان رنسانس که مثلا فرهنگ برهنگی به وجود اومد که ما اسمش رو می‌ذاریم برهنگی رنسانسی، در همون زمان وقتی که پوشش از یک شکلی به شکل دیگری تغییر کرد، زمینه‌هاش و علت‌هاش، مثلا یکی از اونها به اصطلاح استعمار بود که حالا ما بعداً ثابت می‌کنیم، یکی از اونها به اصطلاح اقتصاد بودش، یکی از اونها فرهنگ بودش. من این رو دارم میگم. میگم شما چرا تخصیص می‌زنید؟ خیلی خوب. اولا که یکی از بچه‌ها مسئله یه چیز کامنت ها رو یه سری میگم ببن. دوست داری؟ منم معتقدم ببنم، ولی قبلش میخوام یه چیز رو به این دوستان بگم. خب یه چیز رو به این دوستان بگم که نه، من دوست دارم کامنت باز باشه. خب دوست دارم بذار حرفاشون بزنن، چون من بعدا دوست دارم اینها رو تک تک بشینم نگاه کنم، شاید در مابینش یه سری حرفای خوبی هم گفته بشه. خوب نیستش که ببندم. خب اما اینو میخوام بگم دوستانی که دارن این لایو رو نگاه میکنن، بنده نه به عنوان متخصص شرعی اینجا اومدم، بلکه فقط میخوام امشب بحث صرف عقلی از دیدگاه جامعه شناسی، از دیدگاه تاریخی و از نگاه اقتصادی در مورد مسئله حجاب مطرح کنم، و در حد یک سوال و پرسش هستش و من این رو مناظره نمیدونم، چون مناظره لازمش این هستش که دو طرف یک سری مشترکات با هم دیگه داشته باشن، ولی من طبق تتبعی که از مناظرات شما و زندگی نامه شما و مبانی فکری شما دارم، میبینم که ما با هم دیگه مشترکات نداریم، مگر اینکه در بحث مباحث عقلی بخوایم همدیگه رو به هنجار و ناهنجار بکشیم. و حالا در مورد این مسئله که شما الان اون چیزی که از این مسئله میخوای نتیجه بگیری و بگی در رابطه با شخص من چیه؟ خب الان بهتون میگم، عرض میکنم خدمت شما. اول اجازه بدید من چند مورد از تاریخ نقل کنم دیدگاهشون نسبت به حجاب در کشورها، حالا چه کشورهای غربی چه ایران. خب اکثر اینا، ببین دوستان اگر کتاب میخوان، حالا من این رو خدمتشون عرض میکنم که منابعی که بنده ذکر میکنم کتابا همه در اینجا حاضر هستش، و در آخر سر منابع تمام این چیزهایی که گفتم رو خدمتشون استوری میکنم یا اینکه بیان میکنم، لذا از مدرک دیگه حرفی نمیزنیم، دیگه فقط حرف رو میخونیم. فرانسه، زنان اغلب دامنهای بلند دنباله دار، بالاپوشهای گشاد و روسریهای سیاه ابریشمی به همراه زیردامنی و جوراب بلند می‌پوشیدند. زنان عفت قبل از ازدواج و وفاداری بعد از ازدواج را وسیله‌ای برای نجابت خود از بی‌حرمتی‌ها می‌دانستند. فرانسه می‌دونید یکی از کشورهایی هستش که آزادی خیلی در اون مطرح هستش. میگه فرانسه اینچنین به اصطلاح تزی داشته. اسپانیا، در اسپانیا عفاف و عصمت زنان نه تنها به وسیله مذهب و قانون، بلکه به وسیله شرافت حفظ می شد. زنان عفیف دور از مردها غذا می خوردن و هنگام حضور در اجتماع
در کالسکه های در بصره می نشستن و بعد از ورود اسلام به اسپانیا میگه یک سری لباس های دیگه هم اضافه شد، مثل ردا برای مردان و مثل چادرهای بسیار بزرگ برای زنان. بله، حجاب در میان بیابانگردان حواشی دریای سیاه. در کنار دریای سیاه سکه های بیابانگردی می کردن و زنان خود را سخت در پردگاه نگه می داشتن. متوجه حرفم شدید؟ زنان سخت خود را در پردگاه نگه می داشتن. بله، خب بذارید بله خب. بگذارید حالا وارد عرضم بزرگ شما که حجاب در ایران بشیم. برخی فکر میکنن، خب من این رو دارم دفع دخل مقدر میکنم، یعنی برخی ممکنه سوال بپرسن که آقا حجاب به واسطه اسلام وارد شده، خب حجاب به واسطه اسلام وارد شده و اینکه قبل از اسلام ما اصلا چیزی به نام حجاب نداشتیم، درسته؟ برخی اینو میگن دیگه، نظریه هستش بین غربی ها، این رو میگن، درسته؟ من منتظرم تمام اینا رو بعدن ربط بدی به من. بله اینا ربط داره، اینا مقدمه چینی هست. خب میخوام مقدمه باشه. بله، حجاب حجاب یا همون چادر در قاجار. میگه صفحه 91 سفرنامه دروویل در زمان فتحعلی شاه. سفر میکنه در زمان فتحعلی شاه به ایران، میگه آنها یعنی زنها به هنگام خروج از خانه خود، در هنگام خروج از خانه خود، خود را با چادر میپوشاندند، چادری از پارچه نخی سفید و دامن آن گرد می باشد، با قیتانی. داره توصیف میکنه، یعنی خلاصه اینکه آره. میخواد بگه آقا در زمان فتحعلی شاه چادر می پوشیدن. وجود داشته. اوکی. بله. حجاب در زمان صفویه. آدام اولاریوس. سفرنامه صفحه 644. آدام در زمان شاه صفی صفوی از ایران دیدار میکنه و وضع پوشش زنان ایرانی را در آن از چنین توصیف میکنه. زنان موقعی که از خانه خارج میشدند، چهره خود را نشان مردان نمیدادند، بلکه چادر سفیدی روی سر مینداختند که تمام بدن آنها را تا مچ پا میپوشاند و فقط در جلوی صورت شکاف کوچکی وجود داشت که بتونند ماوقی را ببینند. خب این است. حالا من دیگه نمیخوام دیگه خیلی طولانی کنم این مقدمه اولو، چون چند تا مقدمه دارم، نمیخوام دیگه اینو طولانی کنم. من میخوام بگم یک مسئله، خب یک مسئله به نام فرهنگ حجاب که در تمام تمدن‌ها بوده، تاریخ گواه این هستش، تاریخ مؤید این هستش، درسته؟ خب تاریخ مؤید این مبحث هستش دیگه. حجاب در آلمان بوده، حجاب در فرانسه بوده، حجاب در اسپانیا بوده، حجاب در مدیترانه بوده، حجاب در ایران بوده، حجاب قبل از اسلام بوده. خب من میخوام یک چیزی که اتفاقی هستش بین مورخین و از ابتدای خلقت بوده رو شما چجور ردش میکنید و همه، خب همه با این معیار و با این ملاک به حجاب نگاه میکنن که حجاب موجب عفت زن بود. نگفته اگر حجاب نداشت، اگر مثلا این که شما میفرمایید حجاب باعث حفظ انسان از سرما و گرما میشد، هیچ وقت نمیگفت اگر حجاب نمیکردن یهودی‌ها یا مسیحا زنشون رو طلاق، حق طلاق داشتن، هیچ وقت اینو نمیگفت. پس معلوم میشه که حجاب رو به عنوان یک معیار و یک ارزش انسانی میدونن. نظر شما در این باره چی هستش که اینو رد میکنید؟ خب من اینو ردش نمیکنم به عنوان اینکه اینا ارزش میدونستن، خب نظر خودشونه، ولی برای من هم خودم در یه زمانی که دوران مذهبی اعتقادات مذهبی داشتم، حجاب برای من خیلی ارزش بزرگی بود و اینم من بارها نشون دادم، حتی به خودت هم نشون دادم. بله. من طوری حجاب داشتم و اینم به من یه امنیت میداد. بعد از مقطعی احساس کردم من نیاز ندارم به این حجاب. حالا این مسئله رو دینهای مختلف قبول داشته باشن، اعتقاد داشته باشن، من حالا اصلا فکر کنید که اصلا تمام دنیا این اعتقاد رو داره، آیا من به عنوان یک فردی که در این جهان هستم میتونم برای خودم یه اعتقادی داشته باشم و از این حجاب رو و این حجاب رو، البته من پوشش رو به عنوان یک، خب میخوای حرکت کنی بگو. نه نمیخواستم حرف رو قطع کنم، میخوام بگم دوستان به جای اینکه این حرفا رو بزنن یک مقدار دقت کنن. بحث ما بحث تاریخی هستش، بحث عقلی هستش، بحث شرعی هستش. ببین من اگر یه لحظه کامنت ها رو نگاه بکنم، این کامنت ها حواس آدم رو پرت میکنم. نه من حواسم پرت نمیشه، کاملا حواسم منعطف به شما هست، شما بفهمید. من حواسم میخوام اینو بهت بگم که شما تو هر چقدر به این بچه ها بگی که چیز کنه صحبت، اینا بدتر میکنن. خب این تجربه ای بوده که من داشتم، یک خصوص این که الان خیلی از این بچه ها از صفحه من اومدن و چون خیلی این بچه ها اکثرا من میدونم دیگه تو لایو چی کار میکنم، برای همین بهشون هر چقدر نصیحت کنی زدش عمل میکنم، ولشون. خب این مسئله در رابطه با من میخوام بگم، اصلا بگیم تمام دین های مختلف، تمام پیغمبرها، 100 و چند، 124 هزار پیامبر،
اومدن در رابطه با فضیلت های حجاب حرف زدن. تمام تاریخ نویسا اومدن این حرف رو زدن. خب صحیح. حالا یه نفری به اسم زیبا ناوک اصلا ممکن اصلا بیاد بگه که البته من نیستم و قبل از من هم در رابطه با فرهنگ برهنگی بله ابرن 18 حرف زدن، یعنی الان اصلا این مسئله فرهنگ برهنگی یه چیزیه که من خودم هم 20 ساله باهاش آشنا شدم، قبل از من هم تو این رابطه بوده که من اومدم باهاش آشنا شدم دیگه. پس میخوام بگم که اصلا بگیم حتی اونام نبودن، یه آدمی که من که از مریخ نیومدم، از سفین، از کشور دیگه نیومدم، میخوام بگم آیا من میتونم این فرهنگ رو قبول داشته باشم یا اینکه باید همش استناد کنم به تاریخ و ادیان و اینا. اگر میخوای با من صحبت بکنی بگو زیبا به عنوان یه انسان چرا این صحبت رو میکنی، چه فلسفه ای داری؟ این خیلی فرق میکنه که هی منو بخوای بگی که خب مثلا این همه گفته، خب من ممکنه همین 124,000 پیامبر رو قبول نداشته باشم، مثلا تاریخ ها رو قبول، یه کسی باشم برای خودم میتونم؟ نه نمیتونید، به نظر من نمیتونید. دلیل هم دارم و صرفم. بله ریاکشن شما شاید خنده باشه، ولی من دلیل دارم برای حرفم. این هستش که ببینید وقتی که ما، خب وقتی ما طبق قوانین، نه شما حتما انتظار داشتی بگید که من نه قبول دارم. خب معلومه که من قبول ندارم، من منتقد فرهنگ برهنگی هستم، من مدافع فرهنگ حجاب هستم. خب معلومه که قبول نه ندارم. میتونم برای خودم قبول داشته باشم یا خب بله بله همینجا ببینید یک مرتبه هستش. خب شما میایید میگید چی؟ من زیبا ناوک هستم به عنوان یک کارشناس، به عنوان یک محقق، خب و یک سری مبانی دارم که این مبانی درست هستن و من اینها رو تبلیغ میکنم در بین اقشار جامعه، درسته؟ یک مرتبه اینجور میاد میگه اصلا میتونم کارشناس نباشم، اصلا یه آدم دیوونه باشم. نه نه بذارید حالت دومش، یک لحظه ببین، من که با آدم دیوانه بحث نمی کنم که، من دارم با شما بحث می کنم، پس خودتون رو نگید آدم دیوانه، من دارم با شما بحث می کنم دیگه خانم ناوک. باشه، میگم یه فرد به عنوان یه فرد حتما باید من یک تخصص و فلان، من یه مبانی برای خودم دارم که اومدی با من صحبت کنی، ولی نگو که اینو من بایستی مثلا تایید شده دیگران باشه. میتونه تایید شده برای خودم، تایید شده دیگران نیستش. ببینید تایید شده دیگران بحث تایید یا عدم تایید نیستش، بحث رد و اثبات نیستش. من میگم یک زمان هست من یک سری مبانی فکری دارم، خب مثلا خدا رو قبول ندارم به عنوان یک حقیقت، خدا رو مثلا یک الغای ذهنی میدونم، کما اینکه شما همینجور اعتقاد دارید دیگه، خدا رو یک الغای ذهنی میده. خب یک زمان هستش من فرهنگ برهنگی رو قبول دارم، فرهنگ برهنگی رو برای خودم قبول دارم، خب یعنی اصلا هیچ استدلال علمی بابتش ندارم، هیچ مثلا دلیل و منطق و برهان ندارم، میگم آقا من اینجوری حال میکنم، اینجوری عشق میکنم، زندگی من به این سبک باشه بهتر هستش، درسته؟ خب یک مرتبه اینجا سب کن، ببین میشه ادامه بدم؟ ادامه خب باش ادامه بدم، ببخش بده. من حالت دوم بگم، من سب میکنم چون باش. دوتا حالت باش. بگم بعد یک مرتبه اینگونه هست، یک مرتبه این هستش که نه، میگید من نویسنده هستم، من دکترای تجربی دارم، من مقیم آلمان هستم، من کلی تجربه کسب کردم و تحت تأثیر یک سری فضا قرار گرفتم، تحت تأثیر یک سری قوانین قرار گرفتم که منو سوق دادش، منو هول دادش به سمت فرهنگ برهنگی و من این رو بهش اعتقاد دارم و این رو تبلیغ میکنم برای دیگران. اگه میخواد اینجور باشه، خب اگر میخواد به عنوان یک اعتقاد باشه که مورد تبلیغ واقع بشه، باید مستند و دلیل داشته باشد. ولو ما قصد نظر کنیم از شر، چشم پوشی کنیم از شر، از نظر عقلی خلاف مشروع حرف زدن دلیل میخواد. میخواییم سر همون رو صحبت کنیم دیگه. خب بفهم. ببین تو دوتا مسئله رو مطرح کردی، یکی این که آیا من اگر بگم فرهنگ برهنگی رو برای خودم شخصا میتونم قبول داشته باشم و همینطوری اصلا بگم رو دل اصلا دوست دارم که لخ باشم یا دوست دارم که فلان باشم، آیا این رو به عنوان فرد، به عنوان یک فرد برای من قبول داری که به عنوان یک فرد حتی بدون دلیل، بدون ارائه دلیل، من یه همچین چیزی رو قبول داشته باشم؟ نه اول اینو بگو، تو دوتا گفتی، من دوتا رو میخوام. باشه میگم، اجازه بدید. نه من میگم نه، من میگم آها. نه به عنوان یک فرد هم نمیتونید. خیلی چرا؟ چرا ببخشید، چرا؟ چون نبودنش، این که من میگم نه، متوقف است بر مقدمه دوم من که جامعه باشه.
ببین شما باید اول درک صحیح نسبت به جامعه داشته باشید. جامعه یعنی یک سری افراد زندگی میکنن که همه به هم دیگه سلسله وار ربط دارن. مثلا یه مثال واسهتون بزنم که مثلا من داشتم قسمت دومم میگفتم دیگه. خب شما ببین بفهم. تو داری میگی آیا من به عنوان یک فرد میتونم برای خودم این اعتقادو داشته باشم یا نه؟ تو گفتی که چی؟ اول آره یا نه بگو. نه. خیلی خوب. باشه. شما به عنوان یک داره به من. باشه. اعتقاد من به عنوان یک فردم حتی نمیتونم برای خودم، یعنی من حتی برای خودم نمیتونم لخت باشم، برای خودم نمیتونم نه. این احساس. خب چی پس؟ به نظر من پس چی؟ الان بهتون میگم چرا نه. ببینید من میخواستم همین مثال رو بزنم، شما کلامم رو قطع کردید. ببین الان مثال میخوام بزنم، تقریب به ذهن بشه براتون قشنگ جا بیفته. الان کرونا هستش دیگه، کل جهان رو درگیر کرده. کرونا رو نمیخوام بگیم. نه خب گوش کن، ببین مثال تقریب به ذهن میکنه، میخوام مثال بزنم واسه جا بیفته. خب مثال میخوام واسه بزنم. خب الان کرونا هستش دیگه، درسته؟ من نمیتونم چه ادعایی کنم که آقا من به عنوان یک فرد آیا اجازه دارم که مثلا بدون رعایت نکات بهداشتی، بدون رعایت پروتکل های بهداشتی حضور در جامعه پیدا کنم. آقا من اختیار خودم رو که دارم، میتونم در جامعه رو ما نکردیم. بحث جامعه قسمت دومش بود. نه خب شما میگی به عنوان یک فرد، من میگم نه به عنوان یک فرد نمیشه، چون ما سلسله وار به هم دیگه مربوط هستیم. مثل اینکه در یک کشتی هستیم در دریا. شما بگی آقا اون منطقه که من نشستم و میخوام سوراخ کنم، در صورتی که اگه شما اون منطقه رو سوراخ کنی، کل آب کل کشتی رو فرا میگیره و کل آدم رو غرق میکنه. خیلی خوب، پس شما اینم قبول نداری و به عنوان اینکه من حتی الان مبانی اعتقادی هم داشته باشم در رابطه باش فرقی نمیکنه، چون به هر حال من نقد ندارم. نگاه کن من الان حتی به عنوان یک فرد برای خودم یه مبانی داشته باشم، تو میگی که نه اجازه نده. بله میگم نه. میدونید چرا؟ چون شما یه مقدمه میگی، خب یه مقدمه میگی، یه صغرا کبرا میچینی، اما نتیجه تو یه جور دیگه بهره وری میکنی. مثلا میدونید منظورم چیه؟ شما میگی من به عنوان یک فرد قبول دارم. اگه به عنوان یک فرد قبول داری، چرا پیج زدی 59000 نفر رو؟ 59000 به عنوان چرا؟ اجازه نذار کلامم قطع بشه. اصول بحث رو من شما رو خب باشه. شما میگی من به عنوان یک فرد قبول دارم، پس اگه به عنوان یک فرد قبول داری، چرا پیج اینستاگرام میزنی 59000 نفر فالو کردن و دعوت میکنی اونها رو؟ سوال دوم گفتم... نیست، همون سوال اوله هست. به عبارت اخرى، به عبارت ادقش، دقیق ترش، من دارم میگم شما حرف خودت رو زیر پا گذاشتی. شما میگی من به عنوان یک فرد فقط خودم قبول دارم، در صورتی که پیج اینستاگرامی زدی. ببین اولا که اینو سیوش میکنی دیگه، درسته؟ بله سیو میکنم. من سوال کردم آیا میتونم به عنوان یک فردم قبول داشته باشم؟ من نگفتم که فقط به عنوان یک فرد قبول دارم، چون من خودمم معتقدم که ما اجتماعی هستیم، یک انسان اجتماعی هستیم. من از تو پرسیدم که آیا به عنوان یک فرد میتونم قبول داشت، گفتی نه چون که تو اجتماعی. خیلی خوب ببین از من تو اینو گفتی، دومیشم اینه من الان چرا در مبنای این که حتی اینو داشته باشم به عنوان یک پیج توی پیج خودم این مسائل رو مطرح میکنم. بله چون من هم دقیقا در این نقطه با تو اشتراک دارم که انسان یک موجود اجتماعیه، نمیتونه تأثیرات خودش رو، یعنی با وقتی که از دیگران من حتی هیچ کاری نکنم، وقتی از من میام میپرسن که خب اعتقاد تو چیه؟ چه اعتقادی داری تو؟ من میگم من اینجوری، یا میخواد بیاد پیش خونه من میگه که مثلا فرض کن، میگم من لخت هستم، اگر میخوای من شب لخت میخوابم، من لخت میرم بیه بالکن، یا مثلا سونا اینجوری میرم، اگر مشکل داری بالاخره اجتماعیم دیگه، تو اجتماع هستی. خب حالا تو اصلا دنبال این هستی که مبانیه اعتقادی منم بفهمی، یا از اول میخوای منو بگی که قبول نداری که اصلا حرف بزنم؟ من اصلا اینجوری، من اتفاقا خیلی از مبانی شما رو قبول دارم، ولی اون مبانی شما رو ناشی از یک سری فهمهای اشتباه میدونم. مثلا من در یکی از صحبت های شما دیدم شما مثلا در مورد آزادی حرف زدی. خب منم آزادی رو قبول دارم که به موقعش بهش بررسی میکنیم، بهش رسیدگی میکنیم. خب اینطور نیست که من بخوام کاملا شما رو رد کنم. میگم خب انسان
وقتی میخواد یک حرفی رو بزنه، یک تفکری رو القا کنه به انسانهای دیگه، باید معتقد باشه نسبت بهش دیگه. که شما معتقد هستی، خب منم به نوبه خودم معتقد هستم. خب اجازه میدی که الان توی این ساعتی که هستی منم اعتقادات خودم رو بگم؟ 100%. چرا بفرمایید، شما اصلا یک گفت من حرف نمیدم صحبت. خب. من کما اولش هم در واتساپ به شما گفتم من نیم ساعت شما فرصت میدارم، نیم ساعت هم خودم. خب نگاه کنید، تو برگشتی گفتی من فرهنگ برهنگی رو قبول ندارم، بنا به هر دقیقه چیزی که داری. خب و من رو هم معتقدی که باید نمیتونی بپذیری من رو، به خاطر اینکه من سرایت میدم به کسایی دیگه. خب خوبه، اتفاقا خوبه که نپذیری و در این رابطه هم مقابله میکنی به خاطر اینکه جلوی سرایت رو بگیری دیگه. درسته؟ خیلی خوب. بله درسته. خوب میکنی، خوب میکنی. اتفاقا من خوشم میاد چون تو یه آدم معتقدی هستی که به محکمم وایستادی و اتفاقا اونجا که پرسیدم گفتی انتظار داشتی که من جواب آره بدم، گفتی که واقعا انتظار داشتم جواب آره بدم بدی، ولی دیدی گفتی نه. خوبه، این نشون میده آره تمام مثل یه تسبیح تمام جامعه رو به هم وصل میدونی. بله. خب من میخوام اینو بگم که من حالا من میخوام مبانی خودم رو بگم که چرا این به این نتیجه رسیدم. فرهنگ برهنه دیگه. بله بفهم. آره فرهنگ برهنه. من فرهنگ برهنگی رو یکی از دلایلی که دارم اینه که اصلا برهنه به دنیا اومد. برهنه به دنیا اومد. برهنگی به من تعلق داره. بله. خب. تمام این اعضای بدن من وقتی که یه کودک به دنیا میاد، خب اصلا تمام وجودش یک پارچه باهاش یکی است و این فرقی بین اینها قائل نیستش که حتی بپوشونه، ولی این ما هستیم که میایم یاد میدیم بهش زشت و زیبا رو یاد میدیم و این مسئله. خب و این من چرا با این فرهنگ آشنا شدم، از این فرهنگ استقبال کردم، چون دیدم بنا به آموزه هایی که داریم، ببین تو حتی قبل از این که بیایم اینجا مصاحبه رو شروع کنیم برگشتی گفتی یه سری الفاظ رو نباید به کار زیبا، نه اینکه نباید، گفتی میخوام به کار نبریم. ما هم گفتیم اوکی، ما اینو میگیم که مرد که نمیدونم زن، خیلی خوب به این صورت استفاده میکنیم. حالا ببین من میخوام اینو بگم که وقتی که انسان با برهنگی خودش آشتی بکنه، فرهنگ برهنگی در واقع یک بخشی از وجود انسان. صحیح. خب 100% در مواقعی از زندگی و لحظات زندگی خودت برهنه است. وقتی که توالت میری چجوری هست؟ درست. خب خیلی خوب. آیا خجالت باید بکشیم؟ الان جواب بدم. آیا باید خجالت بکشیم؟ خب نه، ببینید با آرونه چنون من نه، در توالت نه، در استخ نه، در هنگام خواب نه، در حمام نه، در این موارد نه. آها اوکی، همینجا خوبه. در این موارد نه. آیا منی که میخوام بیام، منی پس در تنهایی خودم پس نباید خجالت بکشم؟ نه، مثل حمامه، مثل استخ مثلا. آره. میگه حالا با یه پوشش غیر متداول. آیا تا حالا به بدن خودت لخت نگاه کردی؟ خب بعد نگاه کردم. اینو شما تو لایو های دیگه هم از دوستان دیگه پرسید. خب باشه. نه. خیلی. چه احساسی داشتی؟ احساس؟ هیچی. احساس بدی نداشتم. احساس خوبی هم نداشتم. خب باشه. آفرین. وایستا. تا همینجا خوبه. خیلی خوبه. احساس بد نداشتی. خیلی خوبه که وقتی نگاه کرد. پس شرمی نکردی از بدن خودت؟ نه. چون بدن به ما. بدن که شرم نداره. بدن به خصوصه که شرم نداره. خیلی خوب. حالا به من بگو من باید چرا تو اجتماع شرم کنم؟ خب جوابتون رو بدم. جوابتون بده. خب ببینید شما دوستان هم در جریان باشن که اول من اشکال شما رو یا همون به اصطلاح دلیل شما رو باز کنم، تفصیل بدم تا قشنگ واضح بشه. شما میگی چی؟ چون که ما برهنه به دنیا اومدیم، خب چون که برهنه به دنیا اومدیم و تو یه سری از مثلا مواقع زندگیمون برهنه هستیم، مثل همون، مثل مثلا موقع خواب، مثل مثلا وقتی میخوایم بریم غذای حاجت کنیم، دستشویی میریم اینجا. خب اینجا مثل برهنه هستیم، مثل بله. موقعی که سکس میکنیم. خب بله. پس دلیلی نداره که این از برهنگی که اصلی از وجود ما هست دوری کنیم و اونو دور بندازیم. آره
اما جواب من ببینید دوستان، توجه جوابه. کنید، این اشکالی هستش که این خانم ناوک تو خیلی از مباحثشون مطرح کردن و بنده معتقدم تا به الان هیچ گونه مناظری با ایشون، خب تا از زمانی که ایشون پی زده تا الان صورت نگرفته، همش به صورت مباحث بوده. اما من میخوام جواب ایشون رو در قالب مناظره بدم. ببینید این که ما برهنه به وجود میایم، خب به دنیا میایم، برهنه به دنیا میایم، شما اولا تلازمش رو ثابت کن که ما باید در تمام جامعه برهنه باشیم. خب شما توقع داشتیم مثلا ما با لباس از شکم مادرمون بیایم بیرون؟ انسانی که از گوشت و استخوان و خون صورت میگیره مثلا توقع داشتی یه خیاط اونجا برامون؟ من یه سوال کردم، تمام تصفتی نکنید. من به تو پرسیدم، نگاه کن، تویی خب که رفتی جلوی آینه وایستادی و خجالت نکشیدی، خب درسته، و حس بدی هم بهت دست نداده. چرا وقتی که مثلا مامانت، خواهرت، برادرت بیاد توی اون اتاق تو باید بگی چرا؟ خب اینو به من بگو. جوابش این است، اولا جواب نقضی به شما بدم. خب جواب نقضی، آقا شما پزشک هستید دیگه، دکترای تجربی دارید. بدن انسان خب زمانی که 9 ماه در شکم مادرش بود از چی تغذیه میکرد؟ خب چه رفتی داره؟ جواب منو بده. جواب شما، اجازه بدی جواب شما، خب. اجازه بدی جواب شما، من گفتم ادامه بدید بگو برو جلو. نه نه. حالا نه من میخوام از زبان خودتون جواب رو بشنوم. خب حالا مثلا حالا هر چیزی که تغذیه میکرد، حالا خب شما دکترای تجربی دارید دیگه، 9 ماه بچه در شکم مادر است، از چی تغذیه میکنه؟ خب حالا هر چی، من نه الان نمیدونم، از خون حیز مادر توسط رحم تغذیه میکنه. خب از خون حیز مادر، بله، به همین علت هستش، به همین علت هستش که بچه زمانی که مادر، یعنی حامله هست، مادر حیز نمیشه، حالت زنانه نداره و بعد از اون هم حیز نمیشه. پس چرا من خونه حیز دوست دارم؟ آفرین. خب همین رو میخوام بگم. خب و اصل همه ماها، خب اصل همه ما، تکون تمام انسان ها از خونه حیز مادر به وجود اومده دیگه. خوب. یا اینکه اصلا یک مثال دیگه. چه خوب. خب اجازه بدید من حرفم رو بگم. خب یا بعد از اون بچه تا 2 سالگی از شیر مادر استفاده میکنه دیگه، درسته؟ خب بازم به 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 خب به به ما میگیم به به، شما میگی آقا برهنگی جزوی از وجود منه، من میگم خونه حیز کل وجود شماست. پس چرا الان خونه حیز رو نمیخوری؟ چرا شیر مادر رو نمیخوری؟ خونه حیز کل از وجود، چون تمام انسان ها از خونه حیز به وجود اومده. خیلی خوب، ما خونه حیز رو نمیخوری. من خونه حیز رو، این جواب نقضی، این جواب نقضی، جواب حلی مونده. جواب نقضی رو جواب بده تا من جواب حلی رو مطرح کنم. جواب این جواب نقضی بود، یعنی نقض کلام شما. من دوتا مثال آوردم، حالا حلش بمانه. ببین من میگم الان که در مورد مثلا چرا شیر نمیخوریم، الان چی شیر مادر نمیخوریم؟ شما استدلال کردید، شما استدلال کردید. نه نه، کی بتونه نداره، برو فروشگاه، اصلا بعضی از فروشگاه در آلمان اینا اصلا شیر مادر میفروشن، بعضی از زمان خونه هستی وجود داره. شما در ماه حداقل یک بار به اصطلاح این حالت رو خوب سوال کردی دیگه. همون خونه هیزی که شما الان داری میگی، خیلی خوب، که بچه میخورد اون موقع، بعد که میاد خب شیر میخوره دیگه، بعد از یه مقطعی که میاد دوباره یه سری چیزای دیگه میخوره. دلیل برای نیست که اون شیر رو نمیخوره، دلیل برای اون نیست که اون اجزاء خون رو نمیخوره دیگه. خب خودتون جواب خودتون دارید. توش هست منتها تمام اون ترکیبات. نگاه کن عزیز من، الان تو مگه شیر نمیخوری؟ خب تو مگه خیلی چیزایی نمیخوری که خونه گوشت نمیخوری؟ خب خون توشه. خب جواب خودتون دادید. نگاه کن پس ما هم اونم میخوریم، ولی قابلیت انسان به چرا من باید دارم ازش خجالت بکشم؟ از خونه یه زیادی شیره خجالت بکشم؟ نه نه خجالت نه، به عنوان یه غذا چرا میلش نمیکنید؟ به عنوان یه غذا، چون اصل کل وجود انسان هست. ببین میلش میکنم، شیر رو دارم میلش میکنم دیگه. شیر الان ترکیب شیر شما الان، نه نه، خود شیر، آقا خود شیر مادر، من کاری ندارم شیر گاو، شیر گوساله، اینا رو کنم، شیر شتونه، خود شیر مادر رو شما چرا میل نمیکنید؟ در حالی که اصل وجود شما تا 2 سالگی از شیر مادر و خون حیز مادر هستش. من جواب نقضی به شما دادم خانم. ببین شما گفتی من الان بلنشم مثلا یه بچه 4 ساله‌ای که 2 ساله‌ای که بودم دیگه از شیر منو گرفتم و دیگه مامان من شیر نداشت، من میگفتم مامان شیر بده. خب
ببین بلکه خانم پس شما دلیل بر این نیست که من دوست ندارم، بلکه نبود دیگه، پس بچه یک چیزای دیگه. ببین من یه سوال کردم، حالا با توجه به اون سوال من جواب بده، چرا وقتی که بره جواب دادم اون شما هستی؟ به جای اینکه خب ببین ما من شما خود خب دیدی چرا من چند الان مرتبه مشخص جواب منو خب بده، با خون و با فلان جواب نده الان؟ ببین تو خب چرا وقتی بره؟ خب باشه ادامه بده، بس دیگه من دیگه اگر اینجوری نه هستش میگه سوال چیز اینجوری نده. چجوری خانم ناوک خب ببین من شما یه گفتی سوال میکنم، تو همین اینو سوالو با گفتم سوال دیگه جواب نده. با من سوال سوال دیگه جواب کردم، ندادم. شما ببین شما تحصیل کرده ای، از شما بعیده، شما دکترا داری بابا، جواب ببین نداری این بحثای خب این چنینی رو نکشون، اضافه مطرح نکن. اضافه شما نیستش. الان میگی باید من بذار وقتی جواب که بذار خجالت ادامه باید بدم بکشم، من باید بذار ادامه خجالت بدم. بکشم؟ نه بله باید خجالت بشی، چون دلیل دارم با آها جوابم. دلیل دارم. خجالت ببینید بده شما گفتی، الان شما من یه که نکته خیلی مثلا خوبی گفتی، باید خب شما بگو. یه نکته خیلی خوبی گفتی که من واقعا خوشم اومد. گفتی چی؟ آقا من تا 2 سالگی شیر مادر رو میل میکردم. خب شیر مادر رو میل میکردم، اما خب تا 2 سالگی شیر مادر رو میل میکردم، اما پس از 2 سالگی خب بعد از 2 سالگی دیگه من از اون غذا جدا شدم، چون ترقی پیدا کرد وجود من، وجود من پیشرفت کرد، من یه سری غذای دیگه از خوردم. اون غذا جدا نشدم، اون غذا تکمیل تر شد. خب سرلاک بنیان اصلیش شیره. الان گوشت گوساله بچه ای مثلا که اینو دو میخوری ساله خونه چی؟ حیزه دوستان، ایشون آه. میگه گوشت گوساله، ببین برنج، قیمه، اینا خونه حیز ازش. ببین من یه چیز به شما بگم، ترکیباتش یه دیگه عزیز من، وقتی که بری شما اون نجاستی که قبول داری در رابطه با این مسئله بحث اینا، حالا اصلا گیریم الان تمام این صحبتی که کردی در مورد خون حیز و نمیدونم فلان، حالا بیا سر این مسئله. آیا منی نه که این مسئله سوال حل کردم؟ بشه، مسئله بعد مسئله این حل بشه دیگه خانم ناوک، شما چرا میخوایی یک دفعه 10 تا مسئله رو مطرح کنی؟ یه مسئله رو حل کنیم با هم دیگه، میریم مسئله خب بعدی. من اول خب سوال کردم، شما به من من بگو جوابتون چرا دادم. باید خجالت بکشم؟ چرا باید خجالت بکشید؟ ببینید آه. ما خب الان پس بحث جامعه شناسی میشه دیگه، از این سوال میم خارج میشه. چرا؟ چون شما گفتی من من اتاقی تو اتاقی مامانت یه دفعه میاد، من تو اتاقم، برادرم میاد، پدر، من چرا باید خجالت بکشم؟ چرا باید خجالت بکشید؟ چون که حیا و عفت، خب حیا و عفت حالا یه اگه چیز حیا فطری نداشته هست. باشم چی؟ خب آدم بی حیا میتونه جواز دار، جائز هستش هر کاری رو انجام بده. ما با آدم عاقل و با آدمی که با عرفیات سازگار هستش، نه اینکه خلاف عرف حرف میزنه، خلاف عقل حرف میزنه. ببین بچه وقتی به دنیا میاد، خب شما توقع نداشته باش که تو شکم مادرش مثلا یه خیاط باشه واسش لباس بدوزه، اما بلافاصله بعد از اینکه به دنیا میاد میپیچوننش، با یه پارچه میپیچوننش، بعد لباس بهش میپوشن، لباس بهش میپوشن دیگه. قبول دارید اینم دقیقا مثل همون شیر هست. شما جواب من رو با حرف خودتون دادید، یعنی من الان جواب خودم رو گرفتم. فکر نمی کنم که الان شبهه ای برام وجود داشته باشه. باشه. اوکی سوال بریم سر بعدی رو بپرس. مورد سوال دیگه. بعدی رو بپرس. سوال بعدی شما خیلی سوالی نداره. شما داشتید دلایل اول به این نتیجه رسیدم در رابطه با فرهنگ برهنگی برای تمام بچه هایم که دارم میشنوم. من وقتی که اومدم اینجا دقیقا همین مسئله حیا و شرم و اینا بود. یکی مثلا توالت منو میخواست باز کنه، جیغ میکشیدم. من بودم وای آی. بعد من یادم خانواده آلمانی بودم، اینا در توالتشون کلید نداشت. من یه دفعه بهشون گفتم خب چرا توالتتون کلید نداره؟ گفت خب چرا باید داشته باشه؟ بعد من یه دفعه گفتم که سوال خوبی واقعا، چرا باید؟ گفت حالا مثلا فرض کنید که الان ما یه دفعه مثلا تو توالت هستی، یه نفری از اینجا مثلا میخواد بیاد یه دونه دستشویی یه چیز برداره، یا مثلا میخواد تو توالتمون طوری بود که تو این توالت فرنگی بود، بعد اینجا انباری بود، اونورم دوش بود، اینورم دستشویی بود، توالت فرنگی هم وسطش. بعد یه دفعه گفتم که موندم، گفتم راست میگه دیگه، واقعا چرا من دارم اینقدر جیغ میکشم؟ یه بار دو بار بعد مثلا یه دفعه مارینا میومد، خب بعد دیگه عادی شد برام، دیدم اصلا این جیغی که میخوام بکشم برای چیه آخه؟ آی بعد مثلا این برای من رفت شد. بعد مناطق چیز وقتی استخرم رفتیم اولین بار اینجوری شده بودم، حیا و شرم دیگه، حیا و شرم که باید خودم رو نگه دارم. با این حیا و شرم یه چیز واقعی تو من نبود که، یه چیز القایی بود، یه چیز ذاتی که نبود که. یه دفعه می دیدم که یه مرد که میاد توی سونا، من اینجوری میشم. برای چی؟
بعد گفتم چرا بدن من اینجوری میشه؟ چرا اینجوری میشه؟ ما هم بعد سوال دیدم داریم. که خب واقعا سوال خوبیه، حالا یه بار با هم دیگه میریم سونا. چرا اینجوری میشه؟ شما دعا کن ما هامبورگ بیایم، یا شما بیای حوزه علمی قم. شما خود طلبه بودی، بیشتر به قم عادت داری. من که تا الان آلمان نرفتم، من که تا الان آلمان نرفتم. شما حوزه بودی، ولی یه بار دیگه حوزه بیا مثل قدیما. حوزه خب شما حوزوی بودی، ولی من که آلمان نرفتم. شما بیا ان شاء الله، ما شما رو با حجاب چی میکنیم؟ با حجابتون میکنیم، یعنی ما قامتون میکنیم. با حجاب بینید سونا. نه دلیل نمیشه من موضوع بدم. گوش فقط من یه چیز بگم قبلش. ببین الان که شما 5 دقیقه صحبت کن، چون الان 50 دقیقه است بکنم داریم صحبت کنم. به منم اجازه بده 5 دقیقه صحبت کنم. اصلا تو صحبت، نه شما صحبت کن، من بعدش تموم شد اصلا، برو صحبت کن که بعد تموم شد. ببینید دوستان، در مقابل فرهنگ حجاب، فرهنگ برهنگی وجود داره. فرهنگ حجاب ارزش‌های انسانی رو ملاک یک شخصیت میدونه به عنوان زن در جامعه. یعنی میگه آقا اعتبار یک زن به علمش هستش، اعتبار یک زن به شخصیتش هستش، اعتبار یک زن به اصطلاح برخوردش هستش، به فعالیتش هستش. اما فرهنگ برهنگی خب عدول کرده از این مسئله، زن رو نماد تلذذات جنسی میدونه. یعنی چی؟ تمام اون چیزی که از زن در ذهنش تصور میشه، خب این هستش که فقط بهره جنسی ازش ببره. خب بهره جنسی ازش ببره، این دلیل داره. بله چهرهتون حالا اینجوری میشه. فرهنگ برهنگی تو از خودت قرار شد من پنج دقیقه. قرار شد من پنج دقیقه قرار شد من 5 دقیقه حرف بزنم. اینو ببین، اینو الکی نه اسمشو نگو فرهنگ برهنگی، بگو پورنوگرافی. من الکی این همه ننوشتم که اجازه بدید من دارم میکنم. خب اجازه بدید الان. خب باشه، رشته کلام از دستم در رفت. خب شما الان، خب داشتم شما میگید که میخواد عدول کرده به سکس. اوکی بله عدول کرده. ببینید طریقه پوشش لباس تأثیر داره تو فرهنگ. من قرار شد 5 دقیقه حرف بزنم. خب طریقه پوشش لباس تأثیر داره تو فرهنگ. مثلا وقتی منو با این لباس میبینید همه متوجه میشن که من طلبه هستم. خب لباس تأثیر داره، یعنی تو مثلا میگن آقا این لباس مختص آلمانی هست، این لباس مختص مثلا فرانسوی هست. پس تو فرهنگ تأثیر داره. ما باید دنبال علتش بگردیم که آقا حتی در جوامع غربی تا قبل از قرن 18، خب تا قبل از قرن 18، تا قبل از سال 1960 هیچ خبری از برهنگی نبود. طبق این چیزی که من از تاریخ برای شما خوندم که آقا نقل کردیم که تمام کشورها، آلمان، فرانسه، اسپانیا، مدیترانه، همه کشورها حجاب داشتن. چی میشه که یک دفعه از این فرهنگ با قدمت با تمدن عدول میکنن و میان سراغ این که چی؟ لباسا برهنه بشه. خب من میخوام یه چند تا به اصطلاح مطلب بخونم از چند تا به اصطلاح افراد غربی. یکیشون مستر همفر هستش. مستر همفر بچه ها جاسوس انگلیس بوده تو کشورهای اسلامی. ببینید ایشون چی میگه؟ میگه باید ثابت کنیم که پوشیدگی زن از دوران بنی عباس متداول شده. یعنی تو غرب اصلا نبوده. بابا اسلام اومده، خب اسلام اومده بعد این پوشیدگی را آورده. و مطلقاً سنت اسلام نیست. خب بعد میگه یه جای کلامش میگه پس از آنکه حجاب زن با تبلیغات وسیعی از میان رفت، مثل مثلا توسط رسانه و اینها، خب از میان رفت، وظیفه ماموران ما آن است که جوانان را به عشق بازی و روابط جنسی با زنان غیر مسلمان سوق دهند و کاملا بدون حجاب ظاهر شوند تا زنان مسلمان از آنان تقلید کنند. خب تا زنان مسلمان از آن تقلید کنند. یعنی چی؟ هدفش این بود که وقتی اومدن رنسانس رو مثلا تأسیس کردن، رنسانس رو درست کردن، برهنگی رنسانسی ما اسمش رو می‌ذاریم، هدفش این بود که تأثیر داشته باشن تو جوامع اسلامی. بنابراین این چیزی که من از مستر همفر خوندم، مستر همفر جاسوس انگلیس هستش. حالا این چه تأثیری داره؟ از سه جهت تأثیر داره: فرهنگی، اقتصادی، سیاسی. فرهنگش این هستش که ما رو تخریب می‌کنن به این عنوان که شما جهان سوم هستید و این طریقه لباس پوشیدنتون به واسطه ما هستش. این که شما کفش پاشنه بلند می‌پوشی، این که شما چادر به زنه می‌ذاری، این فرهنگی بود که ما به شما دادیم. پس شما فرهنگتون رو مدیون ما هستید. این از جانب فرهنگی. دوم اقتصادی. ببینید همه مردم یک زمانی لباس بلند می‌پوشن. وقتی یک دفعه تمام دنیا به این نتیجه می‌رسه، طبق تبلیغات وسیعی که توسط استعمار به اصطلاح تشکیل میشه، به این نتیجه می‌رسه که چی؟ باید لباس برهنه بپوشه. خب این لباس برهنه رو کی تهیه میکنه؟ همین کشورها. خب پس از نظر اقتصادی قوی میشن. وقتی که برهنگی مد میشه تو یک جامعه و زن معیار تمام معیارش زیبایی هستش و تلذذات جنسی هست، مجبور میشه با یک ظاهر خوب بیاد. پس استفاده از لوازم آرایشی رواج پیدا میکنه،
استفاده از لباس ها رواج پیدا میکنه، تبعیت از مد رواج پیدا میکنه و همه اینا باعث منافع اقتصادی اون کشور استعمارگر میشه. و از جهت سیاسی، از جهت سیاسی یادتون باشه اول حرفم یه چیز دارم، گفتم لباس تأثیر داره در این که ما بفهمیم این شخص چه عقائدی دارد. وقتی من این گونه لباس میپوشم شما میفهمید من طلبه هستم، و وقتی شما این گونه لباس میپوشید من میفهمم شما حجاب رو قبول نداری، به اصطلاح آتئیست هستی، لایک هستی، هر چی، حالا من کاری ندارم. خب ولی لباس ما رو به این میرسونه که شما یک چیز دین دیگه داری. و اینها خب و اینها این گونه افراد یعنی برهنگی رنسانسی برای اینکه همه جوامع رو طبق استعمار خودشون در بیارن باید یک شکلی، یک سیاقی مثل خودشون میدادن. اینو قبول دارید؟ باید یک شکل و سیاقی مثل خودشون میدادن دیگه. و چه کاری بهتر از حجاب و چه کاری بهتر از کشف حجاب؟ حالا به چه وسیله زن؟ چرا؟ چون زن همواره در جامعه مورد توجه بوده، زن مظهر جمال و زیبایی بوده، خب و شکار بوده و مردان شکارچی. لذا وقتی زن اونجوری میاد ابتذال در جامعه زیاد میشه، امنیت روانی جامعه زیر سوال میره، معیارها عدول پیدا میکنن، استعمار بهتر میتونه کار خودش رو انجام بده و خلاصتا به هدفی که داشته میرسه. حالا شما در این زمینه که من کلام مستر همفر و بهتون بگم شاید 20 تا 30 تا کلام دیگه هم هستش، من چون وقت نیست، من دیگه نمیخونم. خب چقدر دیگه وقت داریم؟ 6 دقیقه دیگه وقت داریم، دقیقاً از اون 11 دقیقه 6 دقیقه دیگه وقت داریم. حالا من خب تمام این مسائلی که گفتی در رابطه با فرهنگیه که در بیشتر مثل مسئله پرن هست. پرن بچه ها در واقع خیلی از چیزایی هم که مرشاد گفت که این که به سمت سکس و این مسائل و حتی تو این رابطه مافیای سکسی هست که و ما که جوانها رو صرفا به اعتیاد جنسی و به اعتیادهای مختلف میکشونن و اینها که منافع مختلفی هم دارن. فرهنگ برهنگی یه فرهنگ کاملا متفاوتی از فرهنگ پورنوگرافی هست و از این هستش که انسان‌ها و زن رو به عنوان یک سکس اوبجکت مطرح میکنه، بلکه این رو میگه که شما با طبیعت خودتون آشتی میکنید و خودتون رو به عنوان یک انسان فکر نمیکنید، که مثلا فرض کنید که به جایی میرسید که وقتی زن رو که میبینید این برای شما سکس اوبجکت نیست، بلکه فراتر از جنسیت هست و فراجنسیتی میشید و این رو طوری میشه که در واقع همین نماد رو هم خیلی از کسا به صورت حتی مدینه فاضله یا بهشت هم که مطرح میکنن در واقع همین هستش. تو بهشت حجاب شما ندارید، که تو بهشت که شما زن و مرد هستن زن و شوهر نیست. شما مگه بهش رفتید؟ از شهر واسه من حرف نزن. اجازه شما شهر رو قبول نداری، از شهر حرف نزن. از عقل حرف نزن. شما شهر رو قبول نداری. این مسئله ای که به عنوان شما صحبت کردید میخواید دوباره ادامه بدید. از شهر حرف نزن، از عقل حرف نزن. ادامه میخواید بدید. اصلا من بهش تو قبول ندارم. شما بهش شما خدا رو قبول دارید. شما الان خدا رو قبول نداری چرا بهش نمیگی؟ شما خدا رو قبول نداری چرا از بهش مثال میزنی؟ حالا مثلا داری قیاس منفاره، دنیا فرق میکنه با بهش. بهش مباحث روحانی مثلا نه مباحث جسمانی. بچه شما از نظر من خدا و این سمبول هایی مثل بهشت و جهنم و اینا همه اینها ذهنیه و آرزوهای انسانه که در یک زمانی مطرح شده، آرزوهای حالا انسانهای مذهبی یا آرزوهای مکاتب. شما توی مکاتب مختلف برید اینها نمادهایی مطرح شده که انسانها به جایی میرسن که فراتر از این جنسیتها میبینن و زن و مرد فقط در جنس مطرح نمیشه که خودش رو بپوشونه از این که، بلکه حتی به جایی میرسه که شما حتی برهنگی و پوشش اون یکی میشه برای شما. خب حالا به این رابطه فرهنگ برهنگی بر مبنای این هستش که شما خودتون رو همون گونه که هست، نه اینکه خودت رو عرضه کنی به عنوان یک جنس که یک مرد خوشش بیاد. شما چه زشت باشی، چه نمیدونم با این ملاک و معیارهایی که سرمایه داری اعلام میکنه، شما همونطور که خودتون رو بپذیرید و مسئله حیا و شرمی که مذهب مطرح کرده این رو هم الغاءاتیست که برای اینکه شما رو به نوعی از خودیت خودتون جدا کنه. حالا الان در همین مقطع من فقط اشاره کردم به صورت کوتاه، همین که به هر حال
در این چند دو سه دقیقه آخر بذاریم یه صحبت دیگه رو. من اصاره نظراتم مطرح کردم. دو کلمه گفتم میخوام یه مطلبی رو در مورد مسئول جامعه فرهنگی زنان نیویورک خدمت شما عرض کنم، اگه اشکال نداشته باشه. رئیس سابق سازمان میگه شما الان چقدر وقت مونده؟ نه مهم نیست، میتونیم لایو بعدی بذاریم. من خب نه امروز که دیگه لایو میتونیم با یه وقت دیگه برای لایو بعدی بذاریم. به هر حال در این دو دقیقه تو اساری دیدگاهاتو مطرح کردی، منم مطرح کردم. مهم اینه که ما روبروی هم قرار گرفتیم، تو حرفای خودتو زدی، منم حرفای خودمو زدم و این خودش نقطه آغازیه. من از این جنبه خوشحالم که کسایی که مخالف من هستن از بنیان ولی روبروی من وایستاده. خب این من اینو معتقدم اگر در جامعه ما همین جور افرادی، حتی من از نظر ایشون کاملا صفر اصلا مورد قبول نباشم، ولی همین که ما اومدیم صحبت کنیم خودش خیلی مهمه. ممکنه تمامم این و این کار رو ادامه بدیم و این برای من انتظار نداشتم که فنه شد که ما اینجا با هم دیگه موافق هم حرف بزنیم. من میدونستم دیدگاه های تو رو میدونستم، ولی از این که کار کردی رفتی دو سه روز یه سری چیزا رو درآوردی، این برای من ارزش داره. دو سه روز نه خانم، تو دو سه روز نمیشه 9 تا 10 تا کتاب خوند. فقط تو 4 5 روز من نشستم فقط اینا رو استنساخ کردم. من هنوز 1% از حرفامو نذارم. 1%، یعنی ببین من الان بهتون میگم، ببین نگاه کن، کتابای غربی در راستای من برای من ارزش داره اینا. من حاضرم دوباره این امکان رو در اختیار، ممکنه خیلی ها از بچه‌ها مثلا طرفدار تو بشن و موافق تو بشن، بذاریم این فرصت. اصلا کسایی که من توی پیج من حتی یه گرایش کوچیکی به من پیدا کردم، ممکن اصلا با شنیدن نظرات تو موافق تو بشن. ما این برنامه ها رو باز ادامه میدیم و برای من ارزش اینه که تو رفتی، حتی من فکر کردم دو سه روز ولی الان میگی 4-5 روز 6-5-6 روز. فقط 4-5 روز رفتم به اصطلاح اینا رو نوشتم. اینا تاثیر 5-6 سال در حوزه هست، ارزش داره اینا. و من میدونم در حد 30 ثانیه. خب دوستان خیلی تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو گرفتیم و همچنین از خانم زیبا ناوک. خانم زیبا ناوک قبل از این مناظره و حتما بعد از این بحث، خب حتما با هم دیگه در ارتباط هستیم، بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. به عنوان یک دوست من ایشون رو قبول دارم و خیلی تشکر میکنم که امشب حضور داشتن و جواب دادن. خب به هر حال بحث علمیه دیگه، تو بحث علمی موافق و به اصطلاح مخالف وجود داره، اما من انتظار دارم به جای تأمل در مورد فرهنگ برهنگی در مورد من جملات آخری که گفتی، مسئله اینه که ما در واقع با هم دیگه توی این مدت چند روزه چند بارم که صحبت کردیم، این خودش خیلی مهمه به خاطر این دوستی که برای من ارزش داره و منم میدونستم که خیلی نقاط اختلاف شدیدی هم داریم و خب مقابل هم هست، ولی همین که مقابل هم و حتی با این جنبه تو اومدی و چقدرم کار کردی و حتی اسکرینشات من گرفتم دیدم چقدرم همه رو برداشتی نوشتی، این ارزش داره. خب 100% روی ما رو هم دیگه تاثیر خواهیم گذاشت، سوالای تو، برخوردای تو، مسائل تو و همینطور من، ما دو تا مود پدیده هستیم رو هم تاثیر میذاریم. و مهم اینه که بچه‌هایی هم که ما رو میبینن و پیامای ما رو میشنون و لایوای ما رو میبینن، این فرهنگ گفتگو رو بیشتر و بیشتر ترویج کنیم و بذاریم این اتفاق بیفته، نه اینکه سرکوب کنیم. در واقع بگیم که نه، فقط ما بایستی کسانی که نمیدونم معتقدین مثلا به اسلام باید حرف بزنن. و تو این کارو کردی و گفتی چون مقابل من هستی، این تو مقابل من باشی منو رشد میدی، باعث میشه که من هم برم تو این رابطه ها کار کنم. به هر حال ما این برنامه ها رو باز ادامه خواهیم داد و برای اینکه دیگه خسته نشیم، چون صحبت های مختلف دیگه ای هم که داریم، ما بازم برنامه میذاریم و این کار رو انجام میدیم و ازت ممنونم که اینقدر هم برنامه مشتاق هستم و این که با توجه 19 سالشه ولی بچه ها قشنگ همه رو دیگه به قول معروف دیگه این انقدر اعتماد به نفس بالاست و خیلی خوبه. یک کوچولو هم از خودت بگو که کلاس هایی که گذروندی 6 کلاس اینا بچه ها ماشنا بشن بعد دیگه بریم. ما که دیگه به قول معروف
کاری انجام ندیم، یعنی میگن معرف باید از معرف اجنا مفهومم باشه، یعنی میگه یک شخص میخواد تعریف کنی باید خودش داره یک وجه باشه، من وجه ای ندارم که اول بخوام از نفس خودم تعریف کنم، اما در کل خب طلبه هستم، اول توی شهر خودمون مازندران درس خوندم، بعد رفتم حوزه علمیه قم 2 سال اونجا بودم، تو 2 سال 4 تا پایه ارتقایی گرفتم، تابستونام درس خوندم، الان تو نجف مشغول هستم، حوزه علمیه نجف هستم، و اینکه همیشه درس خوندیم دیگه، درسایی هم که گذروندیم ادبیات عرب بوده، صرف نحو معانی بیان بدیع منطق بوده، اصول بوده، فقه بوده، بعد ارزم جو علم کلام بوده، تاریخ بوده، و حتی الان هم که تابستون هستش تقریبا روزی 6 ساعت کلاس دارم، یعنی روزی 6 تا کلاس 1 ساعته تقریبا میرم، و اینکه من تو این چند روز، خب تو این چند روز یعنی شاید باور نشه، چون من خیلی مشتاق بودم اینکه باب گفتگو، فرهنگ گفتگو به قول شما باز بشه تا ما بتونیم نش بدیم افکارمون رو اینجوری که مثلا باشه من بگم نه شما جالب حجاب نداری من با بود. شما بحث نمی کنم. بله واقعا برای من، واقعا برای من خیلی خوب بودش که این فرهنگ باز بشه، اگه عم دائر مدار شد بین این که من با شما بحث کنم یه چیزی یاد بگیریم یا یه چیزی یاد بدیم، یا اینکه نه بحث نکنیم هر دوتامون مثلا به طور مثال فرض بگیریم یه تفکر غلط داشته باشیم، کدومش بهتر؟ اینکه بحث کنیم دیگه. به خاطر همین من اینو دلیل ببین الان بچه‌هایی که اصلا میگن چقدر شهامت داشته و نه فقط شهامت داشته، خوب کار کرده. شما فکر کنید که فقط من چون باش ارتباط هم از طریق واتساپ ما با هم حرف زدیم و هم از تلگرام با هم ارتباط داریم، من زحماتش رو تو این چند روزه دیدم. واقعا من حالا شاید تو به نقطه ما، ولی من شخصا نمیدونم یه حس خوبی بهت دارم خیلی. حالا کاری ندارم که اصلا دیگه بگی که نمیدونم این دیگه، حتی من یه کافر توی نقطه واقعا اونور باشی، مهم اینه که این حس خوب ایجاد شده. به هر حال بچه ها ما جلسات بعدی رو خواهیم گذاشت و میتونیم در زمینهای مختلفی صحبت بکنیم، و من میدونم چون مخالفین من خیلی خیلی زیادتر از ما، در واقع من تا الان اینم بهت بگم موافقی نداشتم، اینو بگم و تا الان فکر نکنم مناظره هم داشتید، درسته؟ من احساس میکنم هر لایوی که تا الان داشتی فقط گفتگوی دوستانه بود، مثل تقریبا نه 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 کسانی بودن مصاحبه. آخه تو تازه چند خودت اون روزی که منو از من... از چیز محمد جواد شناختی دیگه، از لایو من تقریبا بهتون بگم اکثر مناظرهایی که تو پیجتون گذاشتید رو همه رو دیدم، اکثر استدلالاتون الان برام تکراری بود، یعنی همون چیزایی که مثلا قبلا گفته بودید الان فقط مثلا من شنیدم 2 مرتبه، یعنی همه چیزایی بود که من قبلا از شما میدونستم. خب به خاطر همین اصلا زیاد برام چی نبو غیر طبیعی نبودش، ولی خب به هر حال من اینو میخوام، این حرف آخر میخوام به کسانی که کامنت گذاشتن، حالا چه مثبت چه منفی کاری ندارم، ببینید دوستان بحث ما مچگیری نبودش، بحث ما دستگیری بود، ما میخواستیم یه چیزی رو یاد بگیریم، پس سعی کنید به جای اینکه این حرفا رو بزنید خب تعقل کنید، تفکر کنید. وجه تمایز ما با حیوانات عقل هستش، اون حیوان هستش که قوه عاقله نداره، بر اثر غریزه عمل میکنه، ما عقل داریم. شما ببینید دیگه، حالا به حال یا حرف من درست یا حرف ایشون درست، خودتون مختار هستید، اختیار دارید و اراده میتونید از هر کدوم هم دوست داشتید تبعیت کنید. به حال خیلی خوشحال شدم، مرسی و ممنونیم که علی رغم اینکه بچه ها این برخوردار رو کردن و تو همیشه برخوردات خیلی خوب و متین بوده و ازت ممنونم. فعلا بریم تا لایو بعدی.